درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 27 امرداد ماه همراه ما باشید. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای تأکید کرد اگر عملیات تهاجمی سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقا یابد، نیروهای مسلح ایران حق دفاع مشروع دارند. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از افزایش جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل منتشر شده است. شماری از نمایندگان مجلس در طرحی دو فوریتی خواستار آن شدند که در صورت اجرای تصمیم واشنگتن به فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، جمهوری اسلامی به طور خودکار از توافق هسته‌ای خارج شود. اتحادیه اروپا آمریکا را فاقد حق فعال کردن مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران می‌داند. به گفته یکی از سخنگویان جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آمریکا به خاطر خروج از توافق هسته‌ای از چنین حقی برخوردار نیست. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات بلندپایه آمریکایی فاش کرد که واشنگتن در نظر دارد به زودی بسته جدیدی از تحریم‌های گسترده را علیه افراد نزدیک به رژیم بشار اسد اعمال کند. به گفته این منابع، هدف از تحریم‌های جدید فشار به رژیم اسد برای مجبور کردن آن به قبول مذاکرات صلح با مخالفان است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که 4 نفتکشی که ایالات متحده آمریکا در مسیر ونزوئلا توقیف کرده، حامل بنزین بارگیری شده در ایران بودند. او مدعی شد محموله این نفتکش‌ها از ایران بارگیری شده بود، ولی نه کشتی و نه محموله آن متعلق به ایران نبوده، چون بنزین ارسالی پیشتر به مشتری فروخته و وجه آن نیز تصفیه شده بود. بنیامین نتانیاهو گفت کشورش آماده پروازهای مستقیم به امارات متحده عربی با استفاده از حریم هوایی عربستان به عنوان بخشی از عادی‌سازی روابط اسرائیل و امارات است. در این حال رئیس جمهوری اسرائیل محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی را برای دیداری به این کشور دعوت کرده است. CNN گزارش داده که به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد ایران به جنگجویان گروه طالبان برای کشتن نیروهای آمریکا و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان پاداش داده است و یکی از دلایل حمله به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به رابطه ایران و گروه طالبان مرتبط بوده است.